اگه حتی نتونی این پولت رو بگیری، نزدیک 6 میلیون و خورده ای از این آقا، باز یه تجربه ای بود، هرچند حتی منفی ولی سازنده برای تو، که بتونی دیدت رو وسیع تر بکنی، بتونی در آینده بهتر برخورد کنی. سوالی که من کردم و جوابی که تو دادی همش این بود که این تجربه در آینده نمیدونم تکرار نشه و فلان اینا. به نظر من یه تجربه خوبی بوده، حتی تجربه منفی هم باشه بهتر از تجربه نکردن هست، و اینو من استوریش کردم و اینا انسان رو قوی تر میکنه. ولی اون چه که الان برای تو خیلی مهمه این ترس های ذهنی است که تو داری، نه حتی این پولی که اون نداده. پس به این فکر نکن که من اشتباه کردم، نمیدونم، پشیمونم نباش. به هر حال یه مردی بوده، ازش لذت بردی، حالا هر جور که بوده، حتی ارضای جنسی نمی کرد ولی ارضای روحی تو رو می کرد. به هر حال این عامل باعث شده بود. ولی یه مسئله ای که تو بویسات گفتی اینه که اعتقادات مذهبی داری، اعتقاد داری به این که نمیدونم از این اعتقادات، حالا بگیم بنیان مذهبش رو، که تو اگر واقعا به خدا یا به اون گفته های دین که همش یعنی واقعا چیزای جزئی رو مردم گرفتن ولی اساسش رو اون حرفا رو باور بهش ندارن، تو اگر بهش یه کوچولو حتی یه تلنگری برای تو بشه که بهش باور داشته باشی، و اون اینه که همه جا از اون کاری که میکنی دفاع کنی. تو عکس تو نمیذاری؟ چرا؟ حتی اگر معتقد هستی عکس تو با رو سری بذار، به اعتقاد خودت پایبند باش، ولی باش، وجود داشته باش. اگر با یک کسی صیغه خوندی اشکال نداره، قبول داشتی، عاشقش بودی، حتی برای 2 هفته 2 روز دفاع کن ازش. اگر تو خودت ریگی تو کفشت نباشه، اگر تو خودت خطایی نکرده باشی، اصلا بگی همه جا معلوم باشه، اصلا معلوم بشه، عیان بشه، اصلا این خود تو دفتر رهبری نباشه، خود رهبری باشه. خب به خودت باور داری؟ اینستاگرامشو بده، بیا حتی لایف بذار، صحبت کن علنا، بیا اینو بگو که من پولم رو هم میخوام، این انقدر مغروزه. اگر تو خطایی نکردی دنیا تو رو اصلا به محاسبه بکشه. کسی که حسابش پاک است از محاسبه چه پاک است؟ من اعتقاد به خدا ندارم و خودم رو خدا میدونم و وجود انسانی و آرزوهام رو خدا میدونم. شما که خیلی دیگه بالاتر از من مدعی هستید به اعتقادتون. قیامت رو باور داری؟ شروع کن قیامت رو، شروع کن، از کرده هات دفاع کن. من به شما اعتماد کردم چیه؟ من به شما اعتماد کردم، اعتماد کردی که بیای چی بگی اینجا؟ ما نه یک گروه جاسوسی هستیم، نه نمیدونم تشکیلات داریم. ما میگیم هر کس هر کاری میکنه، دزدی میکنه، نمیدونم سکس با محارم داره، نمیدونم با متأهل هست، هر کاری که میکنه، معتاده، قاتله، بیاد بگه من این کارو کردم، بیاد این کارو بکن. تو چی هستی؟ از اون نمیترسی، از کرده های خودت میترسی. به اون نگاه کن، به کرده های خودت. کله گنده باشه، میخواد چی کار کنه حالا؟ میخواد بیاد بگه که چرا تو صیغه کردی؟ چرا نمیدونم فلان کردی؟
اصلا این میخواد بره با زنهای دیگه. خب بگو برو، اصلا تو چرا رفتی کنترل بکنی که با زنهای دیگه نباش؟ تو که یه آدمی هستی که دم از نمیدونم اسلام میزنی، سیغه شدی و قبل تو مبل تو فلان اینا گفتی، خب بذار اینم بره مثل پیامبر تو بره با چند تا زن باشه، مشکل چیه؟ اصل مسئله رو بگیر، بگو اگر تو هر کاری میخوای بکنی علنی باشه، مسائل اونو میفهمی، چرا تا حالا سکوت کردی نگفتی؟ من اینجا خونه من یه بار یه قاچاقچی اومد، گفتم ببین اینجا که دو تا گوش دارم دو تا گوش دیگه هم میگیرم و هر چی از تو ببینم به دیگران خواهم گفت، تو هم بکن. کارهایی در بر علیه دیگران کرده یا حالا هر مسئله ای داشته، خشونت فلان اون چیزایی که شاهد بودی، چرا نمیگی؟ چرا نمیگی؟ من اگر شاهد کسی باشم، معشوق من هستن، کسی که عاشقش هستن، دارم میبینم یه جنایت میکنه، دارم میبینم یه اختلاس میکنه، دارم میبینم یه کاری میکنه، چرا باید سکوت کنم؟ چون منو ارضا میکنه، چون منو ارضا میکنه، چون منو نمیدونم من ازش خوشم بیاد، از اونهای دیگه میگذرم. اگر این مشاوره امروز یک تکونی برای تو باشه، اشکال رو در دانیال ها و محمد ها و ایکس و ایگرک نگردی، در خودت بگردی، مطمئن باش بهترین مشاوره رو گرفتی.